سلام خوش اومدید به کلاس درس از امروز میخوایم با هم شروع کنیم کار کردن با قانون دوم نیوتن و برایند نیروهای وارد بر یک جسم رو و میخوام شروع کنم با یک مثال خیلی ساده اما مهم فرض بکنید که من یک جعبه رو به جرم M روی سطح یک میز قرار دادم و این میز روی سطح زمین قرار داره نیروی گرانش بین جعبه و میز خیلی خیلی کوچیک و قابل صرف نظر هست حالا من میخوام با استفاده از قانون دوم نیوتن نیروهای وارد بر این جرم رو تحلیل بکنم اولین مرحله اینه که من بیام همه نیروهایی که دارم میبینم به این جرم وارد میشه رو مشخص بکنم یک نیرویی که به همه جرم ها در سطح زمین وارد میشه چی هست خب من مطمئنم همه میدونید که نیروی گرانش هست یعنی زمین داره این جرم من رو به طرف خودش جذب میکنه و این نیرو که من اون رو با W یا ویت یا وزن نشون میدم برابر هست با M یعنی جرم ضرب در شتاب میدان گرانشی زمین که البته این ج هم عملا بردار هست این نیرو داره به جرم من به سمت زمین وارد میشه خب آیا نیروی دیگه شما میبینید که بر این جرم وارد بشه؟ اول به نظر نمیاد که اینطور باشه اما اگر اینطور نباشه و این تنها نیروی وارد بر جرم من باشه یک مشکلی پیش میاد و اون همینه که طبق قانون دوبامینیوتون من انتظار دارم که F مساوی باشه با M آ یعنی برایند نیروهای وارد بر جرم من برابر باشه با جرم ضرب در شتاب اما من این جرم رو دارم میبینم که شتابش صفر هست چون روی میز ساکنه بنابراین این عبارت باید مساوی باشه با صفر چون شتاب صفر هست بنابراین من انتظار دارم که برایند نیروهای وارد بر جرم صفر باشه و وقتی که برایند نیروهای وارد بر جرم من باید صفر باشه باید در همه راستاها برایند نیروهای وارد بر اون صفر باشه یعنی هم راستای x و هم راستای وای اما من دارم بینم که در راستای محور y ها بذارید من اصلا محور های مختصاتم رو هم شلوغ میشه شما فرض بکنید که این راستا وای هست و این راستا x من نمیخوام شکل رو شلوغ بکنم من دارم بینم که در این راستای محور وای ها یک نیروی وزن داره به این جرم من وارد میشه اما این جرم من حرکت نمیکنه و ساکنه پس یک جای کار من داره میلنگه خب حالا بیاید ببینید که چقدر علم فیزیک شهودی هست و قوانین نیوتون کار باهاشون ساده و دوست داشتنی الان چرا این جرم به سمت زمین حرکت نمیکنه خب شما این رو از هر کسی بپرسید حتی اگر سر کلاس فیزیک هم نرفته باشه میگه خب چون زیرش میز قرار داره درسته و پاسخ این مشکل ما هم دقیقا همین هست زیر این جرم ما این میز قرار گرفته و بنابراین میز داره به این جرم من یک نیروی وارد میکنه و اجازه نمیده که جرم من به سمت زمین حرکت بکنه خب پس این یک نیروی اینجا هست من اسم این نیرو رو میذارم N و بهش میگم نیروی عمودی تکگاه حالا این نیرو چه مقداری هست اندازه نیرویی که میز من داره به جرم من وارد میکنه و اجازه نمیده که اون به سمت زمین حرکت بکنه چقدر هست من میتونم از قانون دوم نیوتن استفاده بکنم و بگم که طبق قانون دوم نیوتن برایند نیروهای وارد بر جسم من یعنی مجموع همه نیروها به شکل برداری پس جمع برداری همه نیروها باید مساوی باشه با ام که اینجا هست صفر در نتیجه من نتیجه میگیرم که نیروی عمودی تکیگاه برابر هست با منفی W و این در نوع خودش خیلی جالبه دیگه چون نیروی عمودی تکیگاه الان دقیقا برابر هست با وزن جرم من در جهت مخالف خب این دقیقا برابر بودن و در جهت مخالف بودن شما رو یاد هیچ نکته یا قانون مهمی در فیزیک نداخت. احتمالا بعضیاتون قانون سوم نیوتون یادتون اومده با این دو عبارتی که من گفتم و در حقیقت این اتفاقی که داره در اینجا رخ میده دقیقا قانون سوم نیوتن هست یعنی میبینید که قانون های نیوتن چقدر به هم پیوستن در اینجا جرم من داره با وزن در حقیقت نیروی دبلیو به سمت پایین داره بهش وارد میشه و داره تمام اون نیرو رو به میز وارد میکنه و طبق قانون سوم نیوتون میز هم نیروی دقیقا برابر با همون نیرو و در جهت عکس در همون راستا به جرم وارد خواهد کرد که دقیقا همین چیزی هست که ما اینجا محاسبه کردیم بنابراین قانون دوم نیوتون دقیقا داره به من پیش بینی قانون سوم نیوتون رو به صورت کمی محاسباتی تر میده و این در نوع خودش خیلی جالب و دوست داشتنی هست من به این نیرو میگم نیروی عمودی تکیگاه و این نیروی یک ویژگی مهم داره و اونم اینه که من هیچ جوری نمیتونم حسابش بکنم مگر از طریق قانون دوم نیوتن اینجا دیدیم که من وزن رو تونستم از طریق امج حساب بکنم یا هر نیروی گرانشی رو براش یک قانون نیرو دارم اما برای نیروی عمودی تکیگاه قانون نیرو نداریم و فقط باید از طریق قانون دوم نیوتن اون رو حساب بکنیم حالا بیایید فرض بکنید که من یک کار دیگه ای بکنم یعنی این قسمت رو یک لحظه فراموش بکنید من بیام نه تنها این میز رو بذارم روی ببخشید این جعبه رو بذارم روی این میز که بیام جعبه رو با نیروی F فشار بدم به سمت پایین یعنی یک نیروی F هم در این راستا به جعبه وارد بکنم خب حالا میخوام نیروی عمودی تکهگاه رو ببینم آیا اصلا تغییر میکنه یا نه در حقیقت میخوام اصلا دوباره این جرم رو نیروهای وارد برش رو تحلیل بکنم خب من یک چیزی رو میدونم که وزن هیچ تغییری نمیکنه یعنی نیرو گرانش زمین به این جرم من فقط تابعی از جرمش هست و این F هیچ تغییری درش ایجاد نمیکنه بنابراین اگر من این نقطه رو همین جرمم هم در نظر بگیرم من الان میدونم که یک نیروی وزنی داره به سمت پایین بهش وارد میشه و یک نیروی F هم داره در این راستا به سمت پایین بهش وارد میشه پس این F هست و این هم W یا وزن و یک نیروی عمودی تکیگاه هم من میدونم که داره به سمت بالا بهش وارد میشه از طرف میز پس این هم هست N یا نیروی عمودی تکیگاه ولی باز هم من دارم میبینم که این جرم هیچ حرکتی نمیکنه و در حقیقت برایند نیروهای وارد برش صفره چون شتابش صفره در نتیجه طبق قانون دوم نیوتون من نتیجه میگیرم که بر جمع برداری همه این نیروها یعنی F و علاوه W و علاوه N باید مساوی باشه با صفر من از این نتیجه میگیرم که N برابر هست با منفی F و علاوه W یعنی نیروی عمودی تکیگاه بزرگیش زیاد شد در این راستا و بزرگتر شد یعنی به اندازه F بزرگتر شد در نتیجه وقتی که من جرم رو فشار میدم روی میز میز هم داره عملا جرمم رو فشار میده به سمت بالا با نیروی بیشتر از حالتی که من فشار ندم و اون نیرو از این رابطه به دست میاد به عنوان یک تمرین میتونید بیایید فرض بکنید که این نیرو رو نداریم پس این یک تمرینه که این وجود نداره و از طرف دیگه من دارم جرمم رو با یک نیروی افی میکشم به سمت بالا به عنوان یک تمرین میتونید بیایید حساب بکنید که در این صورت نیروی عمودی تکهگاه چقدر خواهد شد با, هم با همین قانون دوم دو نیوتون و همین فرندی که من طی کردم یعنی این شکل رو کشیدم و این قانون رو حل کردم میتونید به راحتی این رو حساب بکنید و نیروی عمودی تکهگاه رو به دست بیارید فعلا خدافظ